نبود بتونیم از این کشور بی‌نظیر دیدن کنیم. رسیدن به تهران کاملا شگفت زدم کرد، چون تو این کشور تصور خیلی محدودی درباره ایران داریم، چون خبرها همیشه درباره مشکلات کشوره، نه اینکه کشور واقعا چه شکلیه. هیچ کس به هم نگفته بود که یک کشور درجه یک خیلی پیشرفته، فوق‌العاده زیبا و سرسبزه، از هر جهت با شکوه و دوست داشتنی. با رفتن به مراکز خرید و غذا خوردن می شد دید چقدر با سلیقه. واقعا معرکه بود دیدن این رشته کوهی که اسمش البرز، کوههای البرز. همه چیز تهران منو هیجان زده می کرد. ابریشمه؟ بله، 100% ابریشمه. هر چیزی رو می دیدم می خواستم بخرم، ولی نمی تونستم همشونو بیارم چون پرواز داشتم. رفتیم یه مغازه، به همون گفت بیاین تو بشینین، لازم نیست چیزی بخرین، بشینید خنک شید. ولی این بهترین روش برای ترغیب من به خریده. کافیه بگید نخر، یه دفعه من میگم نه، من باید اون فرش رو بخرم. خیلی ذوق زدم که اومدم شیراز، چون مادرم چیزی نمونده بود که اینجا به دنیا بیاد. پدر بزرگم در جوانی کنسول بود و یکی از مأموریت‌هاش اینجا در ایران و در شیراز بود. نتونستیم بریم کرمانشاه، جایی که پدر بزرگم جز شیراز یه مدتم اونجا خدمت کرده بود. سفرمون تقریبا از تهران به سمت جنوب بود، ولی به شهر کویری معرکه یزد که رفتیم. بهرنگ، یزد خیلی بیشتر از اون یکی که بتونم بگم، منو تحت تاثیر قرار داد. نمیدونم قضیه چی بود. از بچگی با کشتی میرفتیم خاور دور و بر میگشتیم. خیلی وقتا تو جاهای گرم، مثلا تو دریای سرخ، تو عدن، تو بندر پیاده میشدیم. از اون موقع خیلی به کویر گرم عظیم علاقه داشتم. یه دفعه تو یزد بهش رسیدم با اون بادگیرای عظیم که روش فوق‌العاده پیشرفته و زیبایی برای خنک کردن ساختمان‌ها هستن. یه موضوع روشنگر دیگه غذاست. نگران بودم که نتونه همه غذاها آبگوشت بز باشه. منم که گیاه‌خوارم، ولی اینجا بهترین غذاهای گیاهی دنیا رو خوردم و غذای امشبم در واقع گیاهیه. بحث شیرین غذا، شما گیاه‌خوارید و غذای مجلسی و رستورانی ما ایرانی‌ها پر گوشته، ولی میگید غذایی که تو ایران خوردید بهترین غذایی بود که خوردید. هر غذایی که خوردم از قبلی بهتر بود و طعمشون عالی بود. غذاهایی که با بادمجون و حبوبات و اینجور چیزا درست شده بود، همیشه نون کنارش بود، سالاد و دونه های انار و شیرین ترین گوجه فرنگی های دنیا. انگار همه چیزو برای گیاهخوارها درست میکردم. با خودم گفتم خدایا این کشور گیاهخوارهاست. البته شما خیلی غذاهای گوشتی هم دارید. خوردن اون نوشیدنی های غیر الکلی هم لذت بخش بود. آب میوه ها و شربت ها، خلاصه کیفیت غذا و نوشیدنی فوق العاده. سلام، بشینیم بشینیم. اولین باره که اومدی مقبره حافظ؟ نه، خیلی وقتا من میام. ببینم فالی که امروز برات اومده مشکلی رو که داری حل میکنه؟ آره، حافظ همیشه نوید بخش، همیشه میگه که همه چیز خوب پیش میره. مردم با جون دل از ما استقبال میکردن. هر جا میرفتیم از همون میپرسیدن کجایی هستیم. وقتی میگفتیم بریتانیایی یا انگلیسی هستیم میگفتن چه عالی، ما دوستتون داریم. ما هم میگفتیم ما هم دوستتون داریم. خیلی دوست داشتنی بودن، خیلی سخاوتمند و محترم بودن. همیشه آماده بودن توضیح بدن، قسمت کنن، نشون بدن یا ببخشن. احساس بی نظیری بود. کشور فوق‌العاده‌ایه. شما برای این مجموعه به 8 کشور مختلف سفر کردین. کدوم خاطره بیشتر از همه یادتون مونده؟ Truly it's being in Iran. واقعا بهترین خاطراتم از ایران بود. وقتی جلوی مقبره کوروش می‌ایستی که یک بنای جهانیه مثل اهرام مصر، واقعا باور نکردم. با دیدن زیبایی اون مقبره احساس می‌کردم که عظمتو دارم می‌بینم، نه فقط شخص کوروش، بلکه زیبایی کار معمارش. احساس می‌کردم این اوج سلیقه است. از اونجا رفتیم تخت جمشید. از اون پله‌های کوتاه چوبی رفتیم بالا و توی تخت جمشید ایستادیم.